بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما بینندگان گرامی، من دکتر شهرام منوچهری هستم، متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی کلورکتال، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. ما در طبابت روزمره در مطب، کلینیک یا بیمارستان گاهی بیمارانی به ما مراجعه میکنن که از مشکل هموروئید رنج میبرن و اصرار زیادی بر جراحی دارن، یا بیمارانی به ما مراجعه میکنن که با عود بیماری هموروئید پس از جراحی در مراکز دیگه یا با عوارض عدیده جراحی که براشون صورت گرفته به ما مراجعه میکنن. لذا برون شدم که برای شما در این جلسه به این مطلب بپردازم که چه کسانی نیاز به جراحی ندارند و چه جاهایی شما مراجعه نکنید برای جراحی. اول از همه لازم هستش که خدمت شما عرض کنم، در صورتی که دو ویدئوهای قبلی من در مورد هموروئید و درمانهای بیماری هموروئید رو ملاحظه نکردین، حتما با جستجوی کلمه هموروئید در سایت آپارات یا سایت بیمارستان بقیت الله اونها رو پیدا کنید و تماشا کنید و بعد به تماشای این جلسه و این مبحث بپردازید. حال خدمت شما عرض کنیم که کیا نیاز نیست جراحی کنن. گاهن در کلینیک بیمارانی به من مراجعه میکنن که دچار هموروئید هستن و از یبوست هم رنج میبرن. یبوست اینها به این صورت هست که احساس دفع دارن، ولی وقتی که مراجعه میکنن به دستشویی و سر دستشویی میشینن و زور میزنن، احساس میکنن که یک چیزی جلوی دفع اونها رو میگیره و هموروئیدشون هم بیرون میزنه. اینها فکر میکنن که اگه هموروئیدشون رو درمان بکنن و جراحی بکنن و ور بدارن، اون چیزی که جلوی دفع اونا رو گرفته برداشته میشه و اختلال دفع برطرف میشه، در صورتی که این افراد معمولاً دچار سندرومی هستن به نام سندروم انسدادی کف لگن یا ODS. در واقع اینها دچار عدم انطباق و هماهنگی عضلات سهیم در دفع هستن و وقتی که میشینن دستشویی بکنن، اون عضلاتی که باید آروم بشن و انقباضشون برطرف بشه منقبض میشن و اون عضلاتی که باید منقبض بشن دچار استراحت میشن و عملا دچار اختلال دفع میشن. خب این دوستان در صورتی که جراحی هموروئید براشون صورت بگیره، اختلال دفع به هیچ وجه برطرف نمیشه و ما اکیداً توصیه میکنیم که نیاز نیست اینها اول جراحی بکنن. توصیه میکنم در صورتی که آقا هستن این دوستان به جراح کلورکتال مراجعه کنن، در صورتی که خانم هستن به جراح کلورکتال یا همکاران زنان که فلوشیپ جراحی کف لگن هستن مراجعه کنن و مورد معاینه قرار بگیرن. در صورتی که اختلالات ساختمانی و آناتومیک وجود داره توی ناحیه لگن برای اینها از قبیل رکتوسل یا پرولاپس داخلی یا خارجی رکتوم، اون اختلال ابتدا باید برطرف بشه و در صورتی که این اختلالات وجود نداره، اینها نیاز به فیزیوتراپی کف لگن دارن یا فیزیوتراپی دفع یا همون بیوفیدبک. بنابراین بعد از بیوفیدبک معمولا اختلال دفع اینا برطرف میشه و ممکنه مشکل هموروئید اینا هم به دنبال اون برطرف بشه. اما تو کلینیک یک سری بیمارانی به ما مراجعه میکنن که قبلا جای دیگه رفتن و جراحی شدن و بهشون گفتن که ما تضمینی جراحیتون میکنیم و بدون عود و قطعی، ولی با عود یا عوارض شدید جراحی به ما مراجعه میکنن که گاهن عوارض به حدی پیچیده و وخیم هستش که یکی از بیماران میگفتش که من روزی 100 بار آرزوی مرگ میکنم. برای مراجعه به جراح برای درمان هموروئید توصیه من این هستش که برای اینکه دچار این مشکلات نشید، حتما در صورتی که نیاز به جراحی دارید، یعنی فکر میکنید که نیاز به جراحی وجود داره، حتما به جراح کلورکتال مراجعه کنید. قبل از اینکه به جراح مراجعه کنید، حتما در مورد جراحی که میخواید پیشش برید تحقیق بکنید، از بیماران یا از پرسنل درمانی مرکزی که در اون مشغول تبابت هست جراح، تا دچار پشیمونی بعدی نشید. در ضمن حتما برای انتخاب مرکزی که به اون مراجعه میکنید یا جراحی که به اون مراجعه میخواید بکنید، از تبلیغات اینترنتی
استفاده نکنید. هر جا که شما دیدید که نوشته شده که جراحی تضمینی، تضمین 100% یا درمان قطعی در یک جلسه، مطمئن باشید که یه مشکلی وجود داره یا ممکنه مورد سوء استفاده و شارلاتانیسم قرار بگیرید. برای همین حتما قبلش تحقیق بکنید. چرا اینو عرض میکنم خدمت شما؟ چون بیمارانی به ما مراجعه میکنن که بهشون گفته شده که قطعی شما درمان میشین، در صورت که دچار عود شدن یا عوارض دچار شدن. ببینید اگه کسی به شما در مورد عوارض جراحی قبل از جراحی توضیح نداد، یا اینکه اطلاعی در مورد عوارض نداره، یا فکر میکنه دچار عارضه نمیشید، در صورتی که کلن جراحی ها یک طرفشون عارضه هستش و 100% نیست که عارضه رخ نده. بنابراین اگه کسی به شما توضیح در این مورد داده، توضیح در این مورد نمیده، حتما یا اطلاعی از اون نداره یا به شما داره دروغ میگه. بنابراین توصیه من این هستش که حتما به جراح کلورکتال مراجعه کنید برای جراحی های هموروئید و قبلش تحقیق بکنید و جایی که به شما در مورد تضمین صحبت کردن شک کنید. چرا که جراحی هموروئید به این صورت هستش که شما حتی اگه جراحی بکنید باید یه سری اصولی رو رعایت بکنید بعدش، همون اصولی که من در ویدیوهای قبلی بهش پرداخته بودم، و اگه این اصول رو شما رعایت نکنید تو حتما دچار عود میشید. و اگه جایی به شما در مورد عوارض توضیح نمیدن، شاید اصلا اطلاعی در مورد عارضه ندارن و نمیدونن که چطور از این عوارض پیشگیری بکنن، لذا برای اینکه دچار پشیمونی نشید حتما قبلش تحقیق کامل در مورد جایی که برای جراحی هموروئید میخواید مراجعه بکنید بکنید. انشاءالله من در جلسه بعدی در مورد انواع جراحی هموروئید برای شما توضیح خواهم داد. در اینجا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز خوش.